دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش توی جلسه قبل با هم دیگه با تساوی حسابی آشنا شدیم حالا تو این جلسه میخوایم با هم دیگه مثال حل بکنیم از این مبحث برای اینکه اول از همه ببینیم مفهوم تساوی حسابی برامون جا افتاده یا نه یه مثال خیلی پایه‌ای با هم حل بکنیم عدده A, B, C رو به ما دادن به نحوی که C بزرگتر از B و B بزرگتر از A و پرستن این سه عدد چه رابطه ای باید با هم دیگه داشته باشن تا A و B و C این سه عدد تشکیل یه حسابی رو بدن. بچه تعریف پایه تصاعد حسابی چی بود؟ این بود که اختلاف جملات متوالی برابر و مساوی قدر نسبت بود. یعنی چی یعنی مثلا تساوی حسابی که ما میخوایم با آ و بی و سی داشته باشیم آ جمله اولمونه بی جمله دوممون و سی جمله سوم اگر این تساوی حسابی واقعا برقرار باشه آبی و بی که دو تا جمله متوالیان اختلافشون باید برابر با قدر نسبت باشه سی و بی هم که باز دو تا جمله متوالیان باید با اختلافشون برابر با قدر نسبت باشه در نتیجه نتیجه میشه که اختلاف بی و آ برابر با اختلاف سی و بی حالا من اگه بی رو ببرم یه طرف معادله و آ هم ببرم طرف سی در نتیجه می شود که دو برابر بی برابر با آی به اضافه سی در نتیجه بی برابر با آی به اضافه سی تقسیم بر اگر B برابر باشه با مجموع A و C تقسیم بر دو اون موقع این سه تا عدد با هم دیگه تشکیل تساعد حسابی میدن و حتی برای این B در این حالت هم یه اسم گذاشتن گفتن B واسطه حسابی A و C در واقع واسطه حسابی دو تا عدد برابر با مجموع اون دو تا عدد تقسیم بر دو. پس اگه از محور اعدادم استفاده بکنیم متوجه میشیم که چرا باید بی همچین رابطه ای داشته باشه فرض بکنید آر این محور اعدادمونه روی محور اعداد نشونش مییم جمله اولمونه گفتیم به اضافه قدر نسبت که میشه باید بی که جمله رو بده و بی که به اضافه قدر نسبت میشه باید سی رو بده در نتیجه فاصله آ تا سی برابر با دو دیه که دقیقا هم بی وسطش قرار داره پس B وسط آ به اضافه سی قرار داره اگه یادتون باشه فکر کنم اینو تو ریاضیات راهنمایی داشتیم وقتی که بخوایم نقطه وسط دو تا عدد رو به دست بیاریم اون دو تا عدد رو به اضافه هم میکردیم تقسیم برای دو میکردیم که نقطه وسطمون که اینجا B رو به دست میکردیم. پس اگر بی نقطه وسط آ و سی باشه A و و سی با همدیگه تشکیل یه تصاعد حسابی رو میدن خب بچه یه مثال خیلی ساده بود برای اینکه که خیلی ساده نه ولی یه مثال ای بود که با هم دیگه مفهوم تصاعد حسابی رو مرور بکنیم مرسی که تو این جلسه با هم بودی توی جلسات بعد بازم با هم مثال حل میکنیم فعلا خدافز